اما قسمی که آقای فصیحی بیان کردن، باور ما ای است که جمهوری اسلامی افغانستان با آنکه با یک آیت واحد میره، پروتکل نشست امی است که شما میفهمین طرحی را که ایالات متحده امریکا مطرح کرده بسیار واضح است. آقای خلیل گفتن طرح وجود نداره، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با نیت و اراده به صلح در دوحه شرکت کرده بود و تلاش کرد و بسیار صبورانه در میز مذاکره حاضر بود که مسائل با بسیار جدیت و در تمام سطوح با طالبان مطرح کنه. اما شما میفهمین که بحث صلح یک موضوعی است که یک طرف دیگه گروه آقای معنوی، آقای خلیل هدف گفتم که اینا طرحشان به شورای عالی مصالحه روان نکردن و شما میگین که از اینا دریافت کردین، اینجا یک تناقض بسیار بزرگی وجود داره. رهبری صلاح الدین ربانی یک بخش بزرگ و یک بخش مطرح و با اهمیت از قضایا، چطور بشه که این بخش نادیده گرفته شوه؟ بحث نادیدگری وجود نداره. مرقم ما پیشتر گفتم جمعیت اسلامی افغانستان و سایر تاثیرگذاریم در نیم قرن گذشته افغانستان، اینا جریان های سیاسی هستن که بسیار میتونن نقش مهم و اساسی داشته باشن. اما گونی که در تحولات گذشته نقشش جمعیت اسلامی افغانستان بازی کرده، انتظار مردم و تمام جریان های سیاسی امروز هم همیست که جمعیت اسلامی با توجه به شرایطی که افغانستان قرار داره و ما باور دارم که شرایط درک میکنن و شما شاید خود بگیرین که شما گفتین طرح دریافت کردین، ولی جناب دکتر خلیل هدف میگن که طرحی را روان نکردن، شما دریافت نکردین هیچ طرحی را از اینا به شکل مستقل یا با مشوره با سایر احزاب طرحشان را توحید میکنن و به اونجا میرن. ببینین از جمعیت اسلامی آقای هدف صحبت میکنن، من از آدرس شورای عالی مصالحه ملی خدمت شما صحبت میکنم و من باور دارم که در روزهای آینده جزئیات از این مسئله پس از اینکه بحث تصویب شود توسط کمیته رهبری انشاءالله در خدمت همه مردم افغانستان قرار خواهد گرفت. و شما شاهد خواهد بودین که هیئتی که از جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری شورای عالی مصالحه ملی در نشست ترکیه اشتراک میکنه، ای با حضور نماینده ها و چهره های شاخص از احزاب سیاسی افغانستان حضور خواهند داشت. آقای خلیل گفتن که ما امرای احزاب دیگه یک طرح را ایجاد میکنیم و به نشست ترکیه میریم. همینجا آقای دکتر رحیمی حضور دارن که از جنبش ملی اسلامی افغانستان نمایندگی میکنن، اما گونه آقای فصیحی که از حزب وحدت اسلامی نمایندگی میکنن، اینا تمامش احزاب و جریان‌های مطرح افغانستان هستند که همین اکنون نمایندگان بسیار با صلاحیت از این احزاب سیاسی همون گونه ای که دوستا یادآوری کردن در نشست‌های کمیته رهبری و در کمیته 15 نفری حضور داشتن، کمی پیشنویس که در رابطه با صلح ساخته شده اینا نمایندگانشون حضور داشت از احزاب سیاسی، از حکومت، شورای رهبری عالی مصالحه ملی، تمام از اینی طرف هایی هستند که در این نشست ها حضور داشتن و این مسوده با حضور همه از این جریان ها مسوده آماده شده. آقای امان الدین معنوی، شما به عنوان کانون توحید و انسجام طرح ها چند طرح را آماده می نمایید و چند طرح را با نشست استانبول میفرستید؟ خب شورای عالی مصالحه ملی به عنوان یک نهاد در رهبری دولت افغانستان که مدیریت پروسه صلح افغانستان داره، بدون شک باید طرح واحد به نشست ترکیه شرکت خواهد کرد و همین امروز ما پیشتر خدمت شما گفتم که پیشنویس یک مسوده از سوی کمیته 15 نفری تهیه شده و دیدگاه های تمام طرف ها و جریان های سیاسی در اوج توحید شده. البته یک چیز خدمت شما تذکر بودم که ما در صحبت پیشترم نگفتم که حزب اسلامی به رهبری آقای گلبدین حکمتیار هم طرحش با شورای عالی مصالحه ملی سپردن که آقای هدف دکتر صاحب هدف را زیاد کردن.
و که اونا در این شرکت نکردن و یا به گونه مستقل حضور پیدا میکنن. ما خواهشم از آقای هدفی است که امیدوار هستم که الگوی از اونا در این پروسه صلح افغانستان حزب اسلامی به رهبری آقای گلبدین حکمتیار نباشن. ما حزب اسلامی به رهبری آقای گلبدین حکمتیار در نشست ترویکا در مسکو هم دیدیم که باز در کنار گروه طالبان ایستادن و نان یک جا با اونا صرف کردن. البته جریانایی که در شورای عالی مصالحه ملی دیدگاهشان مطرح کردن، از حزب جمعیت اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب وحدت، حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، همین رقم نهادهای از جوانان، زنان، نهادهای حقوق بشری، این تمامش جریانهایی هستند که اینجا دیدگاهشان مطرح شده. در کنار از اون شما حتما اخبار را تعقیب میکنین که کمیته های مثل کمیته جوانان، کمیته رسانه ها در بخش های مختلف، بخش های مختلف افغانستان در چارچوبات شورای عالی مصالحه ملی کار میکنن که اینا دیدگاه های مردم را جمع آوری میکنن، حقوق بشر، حقوق زنان، تمام کمیسیون های هستن جمع آوری کردن و این طرح پیشنویس تمام از این گنجانده شده. یک موضوع دیگر که خدمت شما باید بگویم که اجازه بتین ما امیده خدمت شما بگویم، یک موضوع دیگر که دوستان به او تمامش اشاره کردن، بحث تغییر ساختار چه در دوره که اگر توافق صورت بگیره که ما یک دوره گذار یا یک حکومت صلح داشته باشیم و یا حکومت پس از صلح که یک حکومت انتخابی باشه، بحث تغییر نظام سیاسی افغانستان یک بحث جدی است. خدمت شما باید عرض بکنم که در این پیشنویس مسوده طرح گنجانده شده و باور ما به ایست که ساختار نظام آینده افغانستان باید یک مشارکت عادلانه و برابر از همه اقوام و اقشار جامعه را داشته باشد که ما بریم به طرف ثبات سیاسی. البته ای که روی چگونه یک ساختار و یک ترکیب غیر متمرکز میشه به توافق برسه، باور ما ایست که فرصت است که در میز گفتگو و میان طرف ها ای به یک توافق برسه تا مورد قبول همه باشه. 70% احزاب مطرح و جریان های سیاسی طرفدار نظام صدارتی هستند و ارگ نظام ریاستی متمرکز خود بر شما روان کرده. شما از بین این دو تا وقتی که طرح واحد میخواین کدام یکی را انتخاب میکنین؟ ببینین، چیزی را که از جانب ارگ ریاست جمهوری مطرح شده ای به عنوان یک طرح جداگانه نمیتونه باشه که این شورای عالی مصالحه ملی با دو طرح بره. میشه که ساختار متمرکزی را که اونا روش تاکید دارن به عنوان یک گزینه در نشست ترکیه مطرح شود، اما نه به عنوان یک طرح جداگانه. همون رقمی که دوستا از ساختارهای مختلف دایندی سیاسی افغانستان نام بردن، باور ما ایست که بریم روی میز مذاکره و ای بر توافق برسه که چگونه یک نظام سیاسی میتونه که با توجه به بافت اجتماعی جامعه افغانستان و با توجه به گذشته ای که ما مردم افغانستان تجربه کرده توافق بکنه که ما بریم به طرف ثبات سیاسی. یک چیز دیگر خدمت شما باید تذکر بتم که با مطرح بحث نظام هیچ گونه ارتباط به قوم، زبان و یک جریان سیاسی نمیگیره. باور ما ایست که نظام سیاسی متمرکز به عنوان یک مدل در دو دهه گذشته افغانستان متاسفانه کارایی لازم نداشته. ما امروز ثبات سیاسی نداریم، افغانستان به توسعه اقتصادی نرسیده، ما امروز شکاف‌های قومی و اجتماعی را در درون جامعه ما بسیار عمیق می‌بینیم. بحث ای که فرصت‌های برابر مساعد نشده، تمام از این پیامد یک ساختار است که متاسفانه تمام تصمیم‌گیری آمده در یک حلقه خاص و کوچک صورت گرفته. بحثی که مطرح میشه از ساختار غیر متمرکز، باور ما ایست که این به عنوان یک مفهوم کلی بره به ای که چگونه ما را میتونه به طرف ثبات سیاسی برسانه، چگونه میتونه افغانستان به توسعه اقتصادی برسه، افغانستان چگونه میتونه یک جامعه که مردم از اقوام مختلف، با زبانهای مختلف، از مذاهب مختلف به صورت برادرانه در کنار هم در یک فضای مسالمت آمیز زندگی بکنن، از حقوق امتیازات برابر برخوردار باشن. نظام باید اینی ارزش ها را در جامعه ما تقویت و حمایت بکنه، نه ای که ما فکر بکنیم
نظام سیاسی چگونه بتانه یک قوم، یک جریان، یک حزب سیاسی را منافعش تامین بکنه، که باور ما ایست که با چنین دیدگاه برخورد کردن و رفتن به طرف آینده این نمیتونه که منافع یک جریان یا قوم تامین بکنه و نه افغانستان بسل و نه افغانستان میتونه که بسل حسابات برسانه. آقای امان‌الدین معنوی، در شورای عالی مصالحه شما وقتی که طرح‌ها و نظریات را توحید نمودید، آیا آن را با مردم شریک می‌سازید و همچنان جنبندی بفرمایید؟ خدمت شما آقای حمید، باید بگویم که در رابطه با اینکه یک مسوده توحید شده، بدون شک او جزئیات بیشتری داره که پس از اینکه توسط کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی تصویب شود، بدون شک او در خدمت همگان قرار خواهد گرفت. اما هنوز پیش از وقت است که ما در رابطه با جزئیات از او صحبت بکنم، اما قدر میتونم بگویم که بحث اصل نظام جمهوری، حقوق اساسی و بنیادی شهروندان، حقوق بشر، انتخابات بر اساس اصل یک فرد یک رأی، مشارکت عادلانه و معنادار همه در نظام آینده، پایان دادن به جنگ و خشونت در کشور و ضمانت های قوی منطقه‌ای و بین المللی از تطبیق توافقنامه صلح از موارد درشتی است که در دهی مسوده پیشنویس طرح صلح آمده. بدون شک این جزئیات بیشتری داره که پس از اینکه تصویب شوه او در خدمت همه قرار بگیرم. در آخر میخوایم بگویم که امروز جامعه بین المللی و کشورها در منطقه تلاش های صورت گرفته، روسیه از یک حمایت بین المللی برخوردار است، نشست مسکو و مدیریت سازمان ملل برگزار میشه. معنای از این است که دنیا یک اجماع کرده به اینکه افغانستان به صلح برسه. امروز توپ بازی در میدان افغانستان به شمول گروه طالبان است که از این فرصت تاریخی و از این شانس طلایی استفاده بکنن که ما با بردباری، با صبر، با دوراندیشی و تدبیر گام را صادقانه در این مسیر برداریم که افغانستان دیگه شاهد جنگ نباشه. البته پرداختن به این مسئله و رفتن به طرف جزئیات از این مو به مو بحث شود که ما دوباره به گذشته بر نگردیم. صحبت که آقای فصیحی در رابطه با احزاب سیاسی داشتن، وقتی که ما از یک نظام انتخابی در آینده و ایجاد یک ساختار مبتنی بر آرای مردم صحبت میکنیم، در شکی وجود نداره که این احزاب سیاسی است. احزاب سیاسی قدرتمند است که با حضورشان میتونن در جامعه با نقششان دموکراسی را معنا بکنن. به او خاطر امیدواری مهمی است که این فرصت طلایی به هدر نره. اگر خدای نخواستم فکر شود که یک جریان سیاسی و یا یک گروه به تنهاییش میتونه سنگینی این مشکل و این پیچیدگی را به تنهایی حمل بکنه و این را حل بکنه، این یک چیز ناممکن است. امروز افغانستان از هر روز بیشتر به اتحاد و وحدت نظر نیاز داره که دیگه جنگ در افغانستان قطع شود، بریم به طرف صلح و ثبات و یک زندگی آبرومندانه، هم بتانیم در داخل افغانستان و هم با کشورها در منطقه و با دنیا یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. تشکر میکنم از شما و از دوستانی که با حوصله مندی بحث تعقیب کردن. تشکر از شما مهمانان نهایت گرامی ایمان، جناب دکتر خلیل هدف، جناب دکتر عبدالله رحیمی، جناب قربان علی فصیحی و جناب امان‌الدین معنوی که در بحث حاضر شدن و تا این دم صحبت کردن. و همچنان تشکر از تمام بیننده های ما که ما را تا حالا دیدن و چه در آینده میبینن. برنامه امروزی ما در همین جا به پایان میرسه. تا تقدیم برنامه های بعدی که باز هم در خدمت قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند میسپارم. شب و روز همه بخیر. شب و روز همه بخیر.